سلام به شما دوستان عزیزم، بهنام اینجا با یه ویدیو آنباکسینگ دیگه و امروز یه آنباکسینگ ویژه رو براتون در نظر گرفتم از دو تا از اسلحه های دوست داشتنی دنیای گیم که هممون بهشون علاقه داریم. در یک طرف قضیه گراپنل لانچر بتمن رو داریم مربوط به نسخه بتمن آرخام اوریجینز، همونطور که میبینید که خب من قبلش تو جعبه در آوردم و جعبش هم البته چیز خاصی نیست، همونطور که در تصویر کاملا مشخصه با جزئیاتی بسیار زیبا، البته طبیعتا از جنس پلاستیک ولی بسیار زیبا طراحی شده این اسلحه و خب سریع حالا بهش میرسیم. و یه مقدار سنتی تر و قدیمی تر میرسیم به هیدن بلید کاپتان کنوی مربوط به آساسینز کرید 4 بلک فلک، که البته از این هیدن بلید که هممون یکی از به نظر من محبوب ترین اسلحه هایی هستش، اسلحه های سردی هستش که یه چند سالی هست وارد دنیای گیم شده، هممون بهش علاقه داریم و از این هیدن بلید در واقع با انتشار هر نسخه آساسینز کرید یک دونه منتشر شده و این آخرین نمونهش هست و کاملترینش هست و در واقع کوالیتی به کار رفته درش هم خیلی بالاتر رفته و این قسمت بیرونیش از چرمه که قبلا به این صورت نبود و خیلی ارزون قیمت بود در واقع متریال به کار رفته توش، ولی خب همچنان طبیعتا مثل گراپنل لانچر بتمن از پلاستیک است به خاطر مسائل ایمنی و اینکه صدمه و آسیبی به کسی وارد نکنه. البته ناگفته نماند که این نوکش همچنان با اینکه پلاستیکی خیلی تیزه و نمیدونم چرا به این دقت نکردم، واقعا تیزه. و این هیدن بلید کاپتان کنوی به همراه یک گیره جمجمه شکل برای نصب، حالا نمیدونم کسی نصب میکنه یا نه، برای نصب روی پیراهن، کت، میتونید عروسی برید مثلا اینو نصب کنید روی سرجی به کتتون، همه ازتون حساب ببرن. خب به هر حال اینم گذاشتن تو جعبه، ببخشید من جعبهش رو انباری خیلی شلوغ بود پیدا نکردم، ولی خب و یه جعبه معمولی با تصویری از کاپتان کنوی و آساسینز کرید 4. خب میرسیم به گراپنل لانچر بتمن، همونطور که میبینید جنس از پلاستیک، قیمت 35 دلار و منحصرا از گیم استاپ آمریکا قابل خریداری بود. و این قسمت که بهش میگن هوک در واقع که همون گیرش یا قلابش است از ابر ساخته شده و صرفا به خاطر مسئله ایمنیش که به کسی آسیب نرسونه و دو تا باتری میخوره پشته. شاید بپرسید برای چی؟ برای اینکه ما قرار کار کنه، برای اینکه قرار ما با این بزنیم یه جا رو در واقع قلاب کنیم بریم بالا و امیدوارم که در تصویر به خوبی دیده بشه و به این صورت، البته بعضی وقتا هم گیر میکنه ولی خب برای کسانی که فن بتمن هستن داشتنش خالی از لطف نیستش. بله همونطور که دیدید حدوداً 1 متر هست این نخی که بهش آویزونه و از طریق این دکمه دوباره قابل جمع شدن هست. بله با یه صدای تقریبا گوشخراش دوباره جمع میشه و این قلاب دوباره درون این در واقع اسلحه قرار داره. طراحی خود اسلحه بسیار عالی هست به نظر من، با اینکه از پلاستیک است ولی خب با جزئیات خوبی کار شده و این قلاب سرش هم زیبا طراحی شده، خب البته جنسش از ابر هست و بسیار نرم هستش و در این قسمت ماشه قرار داره که بزنید تو 70-80% موارد عمل میکنه. الان دیدید که یک بار عمل نکرد و این قلاب رها میشه ازش، حالا یک بار دیگه بله دیدید که باز هم رها شد و حدوداً 1 متر قابل پرتاب هستش به سمت جلو و با این دکمه که در این پشت قرار داره به این صورت قابل جمع شدن هست و با فشار دستتون باید دوباره سفتش بکنید. بعضی وقتا هم به این صورت گیر میکنه و ضد حال میزنه. خب قرار نیست از این استفاده بشه، این حالت دکوری داره برای کسانی که فن این عنوان هستن، قیمت بسیار مناسبی داره 35 دلار دیگه، نمیشه انتظار خیلی خاصی ازش داشت و نه اینکه حالا بگیم که حیف پولم نیستش دیگه، 35 دلار دیگه زیاد قیمت بالایی نیست و همین جزئیات و طراحیش به عنوان یه دکوری خوب میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب یه بار دیگه من ازش خواهش میکنم که این دفعه عمل کنه. بله این دفعه به خوبی عمل کرد خدا رو شکر و به این صورت جمعش میکنیم. خب این از گراپنل لانچر بتمن و میرسیم به هیدن بلید کاپتان کنوه که به نظر من دوست داشتنی تر هستش
اگر موفق باشم که سری نصبش بکنم و یک حال و هوای خاصی رو به آدم میده و خودتون رو در بطن بازی و در واقع شخصیت کاپتان کنوی حس میکنید. خیلی ها دوست داشتن که خب تیغش هم یه لحظه از غلاف اومد بیرون، خیلی ها دوست داشتن که این نسخه واقعی ازش ساخته بشه، ولی خب هیچ وقت شرکت این کار نخواهند کرد به خاطر این مسائل ایمنی و به خاطر اینکه قیمت تموم شدهش به هر حال خیلی نشه دیگه، خیلی بالا نره. خب همونطور که میبینید این گیره با فشار دستتون درونش قرار میگه و شما اگر این جمجمه رو میبینید که بسیار هم خوشحالت هست، البته باید سفتر ببندی، خب من تنها هستم و نمیشه سفتر از این بستر حال حاضر. خب میبینید این جمجمه رو که شما فشار بدید، این تیغه با جهشی بسیار سریع از غلاف خارج میشه و بهتون قول میدم با اینکه پلاستیک هست ولی اگر انگشتتون جلوی نوکش باشه انگشتتون در واقع زخمی میشه و دوباره درون جاش قرار میگیره. حالتهاش هم میبینید، یک روکش چرمی داره نسبت به ادیشن های قبلیش که بسیار همونطور که گفتم خدمتتون کیفیت ساختش بالاتر رفته و جزئیات طراحیش هم خیلی بالاتر رفته. اگر در بازی هم به هیدن بلید دقت کنید همین شکل هست، تقریبا در واقع همین شکل هست و خود تیغش هم میبینید که بر روی تیغه این خط و خطوط کار شده که شما رو یک لحظه فریب میده و فکر میکنید که از فلز ساخته شده، بسیار با جزئیات بالای طراحی شده با آرم آساسینسا، آرم همیشگیشون و این جمجمه که در واقع ماشه خارج کردن این تیغه از خلاف هستش به این صورت. و خب نیاز نیست که شما حتما با دو دست، یعنی با یک دست دیگه تون این تیغه رو از غلاف خارج بکنید، این رو میتونید وقتی که در حال راه رفتن هستید و کنار پاتون هستش دستتون، حالا اگه قرار باشه با این توپ خیابون را برید، با کوچکترین برخوردی که به در واقع پاتون بزنید این جمجمه رو تیغه خارج میشه و ببینید به این صورت خیلی راحت با کوچکترین اشاره این تیغه خارج میشه و دوباره میتونید که سر جاش قرار بدید. و این هم همون آرم جمجمه ای هستش که به صورت یک گیره قابل نصب هست بر روی لباس. خب دوستان عزیز، ما امروز کلی خطرناک شدیم با هیدن بلید کاپتان کنوی و گرافنل لانچر بتمن. خب ترکیب این دو، ترکیبی از دنیای مدرن و سنتی میبینید که به هیچ عنوان با همدیگه جور در نمیان و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. قیمت این هیدن بلید هم 49 دلار یا 49 یورو هستش و قابل خریداری هست از سایت های مختلف ای بی و آمازون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. برای فن های آساسینز کرید یک هدیه بسیار جالب خواهد بود و همینطور گرافنل لانچر بتمن. تا ویدیو آنباکسینگ بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. خداحافظ.